گرش آرومتر 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 مواظب باش مواظب باش مواظب باش خوبه؟ سوار شو بگو تو کجا؟ تو با مواظب اون داداش دیوونت باش سوار شو شما چند نفرین؟ 6 نفر چطور مگه؟ با پدر و مادرتون؟ نه فقط بچه ها چه اینطور؟ بریم دیگه داره دیر میشه این هم داره به هوش میاد منم به هوش میاد حالا چیکار کنم؟ چه کاری بود که کردی؟ خب چیکار کنم؟ هیچی اینجا نمو برو خونه بابا بزرگ سلام چی کار داری میکنی؟ هیچی من چی شده؟ راستشو بخواین سریه که بچه ها خورد به تخت وحید وحید؟ نه سهراب البته حالش خوبه من دستمال بستم به سرش سهراب هیچیش نشد حالش خوبه من خودم دستمال بستم به سرش ولی آقای معدم با ماشین بردش تازه بیمارستان کجا؟ کدوم بیمارستان؟ نمیتونم راستشو بخوام با سعید رفتن چیزی نشده خوبه حالش چیزی نشده محشید و سمیرا کجا؟ محشید و مینا اومد دنبالشون با ماشین محمد آقا رفتن گردش وحید کجاست؟ وحید؟ آها وحید هم باهاشون رفت آره بله بچم چطوره؟ راستشو بگین تو رو خدا بله 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 دام الان بیام همین الان خانم پسرم کجاست؟ سهراب سهراب پر نه 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 سهراب نکویی اجازه بده خانم باید تو این دفتر مامان کجاست؟ حالش چطوره؟ بردن تو این اتاق هستش عکس بگیرن یعنی حالش اینقدر بده؟ آره؟ نه همینطور واسه اطمینان نمیدونم و چه شکلی حالش داده که سرش شکسته سعید که میگفت خودش خورده نه بابا دروغ میگه همشون همینطورن حالا کجاست؟ تو این اتاقه مدرسه بهش لوح تقدیم میده بعد شما دعواش میکنین حالا وقتی این حرفا نیستا حالا بزن رو ببینیم اتفاقا همین الان وقتشه شما هیچ وقت ما رو تنبیه نمیکردین
یه جوری میگه انگار من سرش شکستم. اگه اون روز نمیزدین تو گوشش وحید جرئت نمیکرد این غلطا بکنه. لازم بود تنبیهش کنم. به پدرت حرفای بدی زدی. پدرم؟ من پسرم سر شکسته آوردنش اینجا. اسمشون چیه؟ سهراب پورهاتم. سهراب نکویی؟ بله همین. همین در بفهم. این؟ نه بله همین. سلام. سلام. حالش چطوره؟ خوشبختانه به خیر گذشت. پیشونیش سه تا بخیه خورده. جوان زود خوب میشه. چطوری پهلوان؟ خوبم ممنون. فقط جای بخیم یه ذره درد میکنم. اب ندار عزیزم. چشمم زنی خوب شد. میگم که اگه دکتر گفته چیزیش نیست خب ببریمش خونه. نه. امشب باید اینجا بمونه. سعید میگفت سرش خود به خود خورده به تخت. لابد میخواسته ناراحت نشی. من میخوام حقیقت رو بشنوم حتی اگه ناراحت بشم. این کارش هم درست مثل کارهای تو. یعنی چی؟ یعنی از تو یاد گرفته که همه کارها رو مسمالی کنه. ولی من دوست دارم همه کارها درست و اصولی انجام بشه. من همه کارها رو مسمالی میکنم. توی این مدتی که با هم آشنا شدیم جز صداقت و یه رنگی چیز دیگه ای از من دیدی؟ خودت چی؟ تو از اولش دروغ گفتی. این همه بدبختی کشیدیم اون پولا رو نکردی. بخاطر من نه. بخاطر خودت. بخاطر بچه هات. من هیچ پولی نداشتم. اون پول بچه هامه. نمیتونستم به وصیت اون خدا بیامرز عمل نکنم. حرف و بهانه هست. تو به من اعتماد نکردی ایران. آره اعتماد نکردم چون قابل اعتماد نبودی. هنوزم نیستی. باید چه کار میکردم که قابل اعتماد میشدم؟ میشدم مثل مسعود خان؟ مسلمه. مگه زندگیشون رو ندیدی؟ آره خوب حق داری. ازشون توپ. ایران تو باید همون اولش اینا رو میگفتی. من بدبخت آسوپاس فقیر. ولی تو فکر کردی من به خاطر من هیچ وقت به پول داشتن و نداشتن تو اهمیت ندادم. هیچ وقتم نمیدم. اگه نگرانی آینده بچه هم نبود پرکاهی به کار و زندگی مسعود و مهناز اهمیت نمیدادم. یه زن با سه تا بچه بی پول بی شغل بی پس انداز. من خیلی سختی کشیدم تا زیر بار منت کسی نباشم. تاوانشم دادم. زنت شدم. پشیمونم نشدم چون به علاقه من شده. چی بهش گفتی که زد سرت تو این شکلی کرد؟ پس پدر و مادرتون کشن؟ همین الان رفتم پایین. پایین؟ بله.
نگفتی؟ آقای فراتم ببخشید آقای فراتم، میدونم تو موقعیت بدی هستین و حال پسرتون زیاد خوب نیست، ولی ناچارم یه سوالی ازتون بپرسم. میدونم چی میخواد بپرسید. بله، من گفته بودم 3 تا بچه دارم، در حالی که با 6 تا بچه اومدم تو خونتون. آقا اشتباه کردم، غلط کردم، الانم هر خسارتی لازم باشه میدم. بنده خسارت نمیخوام آقا، تا الان هر چی بوده گذشت میکنم، فقط از حالا به بعد یه هفته فرصت داری که خونه منو تخلیه کنی. همین. بچه ها بستنی میفهمی؟ من بانی دستتون در نکنه. مرسی. تقویمو دیدی؟ آره، به نظرم 25 خیلی خوبه. عید مبعثه. آره، فقط اگه بابا مخالفت نکنه. چرا مخالفت کنه؟ آخه این روزا خیلی گرفتاره. بستنی تاب نشه. دوست دارین؟ خیلی خوشمزه. منم خوشمزه. راستی بابام سراغ اون آقایی رو میگرفت که بابات میگفت. همون که برای حسابداری و اینجور کاراست. میگفتش که اگه منصرف شده یه نفر دیگر رو بگیر. باشه، بهش میگم. خب بریم دیگه. بریم خونه شما؟ نه، اول باید بچه ها رو برسونیم. چیزی نیست، انشالله خوب میشی. علی کجاست؟ رفت. کجا؟ نمیدونم. حتما رفت خونه یا خونه ما. ایران جون، امشب اینجا میمونی؟ بله، نمیشه تنهاش بذارم. ناراحت نباش، من بچه ها رو بر میدارم میبرم خونه خودمون. خیالت راحت باشی. سعید جان، تو هم بیبریم. خیلی ممنون، من همینجا پیش سهراب میمونم. اگه نذارن دوتا همراه اینجا باشه چی؟ حتما میذارن، اگر نذاشتن میرم خونه. خیلی خوب، هرچی صلاح خود. وحید کجایی؟ اونا گفتن من اینجا سهراب بلشه داره. بشین ببینم این چه کاری بود کردی؟ تو اصلا نمی‌دونی موضوع چی بوده؟ موضوع هر چی بوده. تو عقل داشتی بزنیش؟ من کی زدمش؟ پس الکی میگن سر شکسته و بخیه خورده. بیهوشم نشده. لابد بیخود بردنش بیمارستان، نه؟ به جون خودش خورد زمین. به جون خودت؟ بگو ببینم چرا زدیش؟ من که نزدمش، اما اگه تو هم جای من بودی بدتر می‌کردی. میدونی به بابا چه چیزایی گفته؟ چه توهین‌هایی کرده؟ دروغ نگو. دروغ نمیگم به جون بابا. نمیخواد جون کسی رو قسم بخوری. فقط بگو ببینم، راست میگی؟ پس چی خیال میکنی به خاطر خودم عصبانی شدم؟ مطمئنی؟ آره دیگه، به بابا توهین کرد که خونم به جوش اومد. به چه جرأتی؟ منم همینو میگم دیگه. اون وقت بابا هیچی بهش نگفت؟ تو که اونو میشناسی، همش مراعاتش نمیکنه، میگه یه وقت ناراحت نشم. میخوام بدونم چی گفته. اگه بگم و کلت داغ میکنه. سلام. کجاست؟ چی کارش داریم بابا؟ تو اصلا دخالت. یکی دیگه زبونده رازی کرده، این مادر مرده باید کتاکشو بخوره. زده سهرابو داغون کرده، برو کنار.
چیکارش کنه؟ میخواد سرشو بشکونه. وحید اصلا میخواست از شما دفاع بکنه. نمیخوام از من دفاع بکنه. برو کنار. قایمش کردی؟ نمیذارم دست روش بلند کنی. بابا اینا همش تقصیر ایرانه. قول میدم چیزایی هم که اون تو انشا نوشته ایران بهش یاد داده. نه خیرم، دروغ میگه، مامان یادش نداده. همه این کارا رو میکنه که ازدواج منو محمد سر نگیره. میدونی کی وثیقه گذاشت من اومدم بیرون؟ ایران. میدونی چرا؟ برای اینکه خواستگاری تو به هم نخوره. چرا مامانم نایمد؟ الان خودمون میریم پیشش. قربونت برم. بیا عزیزم. منم با خودتون میبریم؟ بله، هممون با هم میریم. من، تو، وحید، بابا، همه با هم میریم. بالاخره که چی؟ باید آشتی بکنی یا نه؟ میبینی چه درد سری درست کردی؟ کاری نداری بابا؟ منم با خودت میبری؟ نه عزیزم، من باید برم دانشگاه. بیا مادر، یه لغمه بزن. دستتون درد نکنه. بشین صبونتو بخور، خودم میرسونم. نه، همین بسه، دیرم میشه. خب، خداحافظ. خداحافظ. بفرمید. بده من. بفرم. وای جان، از مامان عذرخواهی کردی؟ بله، پس بهش رفتم تو آشپزخونه. باری کلا پسرم. آفرین، آفرین. حالا برو از سهراب هم معذرت بخوام. چشم. بودو بابا جان، بودو. میخواستم بگم. راستی حالت بهتر شد؟ چرا این کار کردی وحید؟ ناراحت نباش، زود خوب میشه. از داداشو دوست خواهی کردی؟ بله. وحید جان، خواهرات رو ببر باشون بازی بکن. چشم. محشید، سمیرا، بره. خوب جان خانم، بازم کسایی هستن که باید با هم آشتی کنن. انشالله که هیچ وقت با هم قهر نکنن. سر دعوای بچه ها که پدر و مادر نباید با هم قهر کنن. حالا که الحمدلله به خیر گذشت، دیگه تموم شد. اما چون وحید از پورها تماس، ما یک عذرخواهی اضافه هم به نکویا بدهکاری. اگه با عذرخواهی من درست میشه، معذرت میخوام. بفرمایید شیرینی. متشکرم دخترم. دست درد نکنه. خواهش میکنم.
اون کارگره تمیز کنه. دیروز بنزین نداشتی. کمدای اتاق خواب دیدی؟ بله. خیلی هم خوبه. مگه ما تا کی میخوایم اینجا زندگی کنیم؟ من اگه بمیرمم دیگه خونمو دست مستاجر جماعت نمیدم. منظورم این دنیا بود. راستی عبدالعلی، این بالا یه خبرایی هست. فکر میکنم بین زن و شوهر یه دعوا مرافعی شده. معلومه خانم، با 6 تا بچه چرا ما با هم دعوا مرافعه نمیکنیم؟ ما دیگه آردمونو بیختیم، علکمونم آویختیم. تو خدا دست از این لجبازیات بردار. همین کارات باعث شد نتونیم با بچه های خودمونم کنار بیان. بازم حرف بچه ها رو پیش کشیدی؟ یعنی بی خود میگم؟ چرا ما نمیتونیم با جوان تر از خودمون کنار بیایم؟ موضوع سر پیری و جوانی نیست، دروغ گفتن خانم. اینا اصلا صلاحیت اخلاقی ندارن که تو خونه من بشینن. تو هم بی خود وکیل وسیشون نشو. بس سلام. خوش آمدید. بفرمایید. آپارتمان می‌خواستم برای رهن و اجاره. چند نفر عزیز؟ 8 نفر. 8 نفر. شما 2 تا آپارتمان. اتفاقا خودم تو همین فکر بودم. آپارتمان 2 خوابه میخواستم، 2 میلیون پیش میدم، 40 تومن اجاره. نداریم. پس این معجزه چیه رو شیشتون نوشته؟ یعنی داریم، با پول شما جور در نمیاد. اگه قرار بود جور در بیاد که خب همه میتونستن دیگه، معجزهش چیه؟ حالا که اینجوری شد قله قاف هم شده برای جا گیر میاد. ببخشید، قله قاف به مسیر ما نمیخوره. پس کجا آقا؟ سلام بابا. سلام. مگه قرار نبود زن تو رو بشوریم؟ با شما ها؟ اصلا چرا دو تو سعیده نشونن؟ خب به من چی به خودشون بگو؟ تصدیه داداشه تو دیگه؟ نه خمام سراشه توه. آه به داداشه من تو نکن میزن. اتاره داداشه من برید از داشت از خونه بیرون. میشه اینجا سوت نزنی؟ ببخشید آلی جناب، عذر میخوام. نمیدونستم اون گوشه نازنین به سوت حساسه. مگه با تو نیستم؟ بیرون؟ ناراحتی میتونه بیره بیرون؟ اینجا اتاق منم هستا. جدی؟
وقت شما تو اتاقتون میتونین آهنگ گوش بدین؟ من نمیتونم آهنگ بزنم؟ آهنگ تو گوش خراشن. ببین کتم این آهنگ خوشت میاد ها؟ من الان این آهنگ خوشم نمیاد، دوست دارم اینو بزنم. گوش کن، اینقدر لجبازی نکن. ببین تو کی هستی که به من دستور میدی؟ تو خیلی کسی هستی؟ ببین تو چی میفهمی؟ بس کنید دیگه، مثل دو تا غریبه میافتیم به جون هم. هرچی بهش میگم نمیفهمه. ببین خودت نمیفهمی. خجالت بکش آخه. خب چرا فقط به من میگید؟ خب به اینم بگی. شرم‌آور سعید. آقای مهران عزیزی رو میشناسی؟ متاسفانه بله. اعتراف کرده به شما و آقای سهیلی و جلالزاده یه پولی میرسونده. اون دوتا رو نمیدونم، ولی من چیزی نگرفتم. کارهای شما سه نفر خیلی به هم مربوطه. یعنی نه پولی گرفتی، نه متوجه چیزی شدی. قسم میخورم. شاید کار به قسم هم برسه. آقای سهیلی اعتراف کرده پولایی که آقای عزیزی میداده به شما و جلالزاده میرسونده. کدوم پول؟ دروغ میگه. تحقیق کنید ببینید این پولی که میگه کجا خرج شده. با خانواده‌ای که شما دارید خرج کردن این پولا کاری نداره. میشه من وثیقه‌مو پس بگیرم برگردم زندان؟ فعلا تشریف داشته باش، هنوز که به نتیجه نرسیدی. یعنی پینداشم کارتون نگاه میکردم. این کارلان هم کارتون داره. من این یک رو دوست دارم. باید برو کنم. صبح دست به کار بشیم. زود باش. مگه مرض داری؟ خودت مرض داری. بفهمید کنم. برو کنار. برو کنار. برو کنار بابا بینم. خودت برو کنار. گذاشتی رو سرتون. مامانش این مامو میکشه. من نمیدارم تلویزیون نگاه کنم. خب من میخواستم اون کارتون رو نگاه کنم. اون یکی رو میخواستم نگاه کنم. تا وقتی با هم لجبازی میکنید کسی حق این که به این تلویزیون دست بزنه نداره. بابا که اومد بهش میگم. بچه ها دستاتونه بشورید بیه چام. میگم سب کنیم تا بابا بیاد. نه ممکنه به این زودی نیاد، بچه ها گشتنشونه. سفره رو پهن کنید. من این ورشو بگیر. وای جان تو برو. آره خودم پولا رو میارم. سمیرا، حالا تو توی مشقاب غذا بخور. چیه؟ برو از خودت نون بیا، فهمیدی؟ خورد نچش. چم میزنی؟ همه آب ریخت تو سفره. من خودم جمعش میکنم. همین الان جمعش کن. به چی میزنی؟ مگه مغزم میزنی؟ من میزنم. تو شم زدم. تو چی زدی؟ تو چرا اینو زدی؟ می‌خوام
سلام. یادته اولین شبی که اومدیم تو این خونه بچه ها ردیف کنار هم خوابیده بودن درست همونجا مهشید و سمیرا و سعید چای میخوری؟ ایران علی بگو نه تو بگو هرچند میدونم چی میخوای بگی چی میخوام بگم اینکه سعی تو کردی اینکه مشکلات مالیمون طبیعیه اینکه به تهمت زدن همه اینا رو من میدونم میفهمم ولی بچه ها این چیزا رو نمی فهمن علی ما موفق نبودیم می فهمم ولی تکلیف بچه ها چی میشه؟ مگه قبلا چجوری بودن؟ مگه چیزی عوض شده؟ متاسفم من از خودم خاطره خوبی به جا نذاشتم دوباره شروع نکن دوباره شروع نکن بیفایده است نمیخوام چیزی رو شروع کنم ولی کاش از اون اول با روحیات همدیگه بیشتر آشنا میشد بیشتر با هم حرف میزدیم اصلا بیشتر همون میدیدیم از همون اول یه من تصمیم خودم رو گرفتم تبریک میگم خداحافظ 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 من ایرانم رو میخوام بیا بریم پیش بابا بزرگ مگه نگفتی دلم برای مینا تنگ شده اصلا بیا ببرمت پیش مینا
تنگ شده. ولی ماما ایران هم میخواد. بازم میام بابا. بیا بریم. مسافرت یا اسباب کشی؟ حالا دیگه 4 نفرم. یه نفرم کمتر از قرار داد. خوبه؟ حالا راضی شدی؟